برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر هنرور، در رابطه با اقداماتی که دولت‌های بریتانیا و آلمان درباره مهاجران و پناهجویان انجام می‌دهند، لطفاً توضیح بفرمایید. ضمن سلام و عرض ادب خدمت شما و گردانندگان شبکه و این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، ببینید بحثی که هست در واقع یکی بحث پناهجویانی است که قبولی نگرفتند و ماندند و شکل‌هایی از انتظار یا تحمل رو حالا بسته به قوانین یکی از این دو کشور دارن تجربه می‌کنند. یکی مربوط به اصطلاح پناهندگانی است که تخلفات قانونی انجام دادند و مرتکب جرائمی شدند یا شده بودند سابقا، و به خاطر خطری که در بازگرداندن آنها به کشورهاشون وجود داشت، به جرائم اونها اگر رسیدگی هم میشد موجب اخراج اونها از کشور آلمان یا بریتانیا نمیشد. و یک موضوع جدیدی که الان در واکنش به مسائل اخیر رخ داده که بهش اشاره میکنم، در واقع محدودیت‌های مالی هستش. ببینید بعد از این حمله‌ای که در زولینگن آلمان رخ داد، بعد از حمله مانهایم، بعد از مسائلی که متأسفانه بعضی از پناهجویان و پناهندگان مرتکب جرائمی شدند، یک سری محدودیت‌هایی که به وجود آمد محدودیت‌های مالی بود. در کنار اینکه این مصوبه‌ای که وجود داشت برای اینکه به جای اینکه پول داده بشه کارت‌های خرید داده بشه پناهنده ها برای جلوگیری از جمع کردن پول و بعد رفتن به کشور دیگر، یکی و یکی هم جلوگیری از برگشت این پول به کشورهای خودشون. الان یک مطلب دیگه که دولت مطرح کرد، ائتلاف دولت پس از حمله زولینگن، اینه که در مورد پناهندگان دابلین کلن یا جزءاً حمایت مالی دولت قطع شد. یعنی پناهندگانی که در کشور دیگری بودن، کشور امن بودن و بعد مثلا کشور آلمان یا مثلا آمدند، یا مشابه این رو هم بریتانیا در نظر داشته با این قرارداد اسکان مجددی که با کشورهای دیگر داشته. و این همه این موارد یک سری محدودیت‌های پناهندگی که تا مقدار زیادی ناشی از رخدادها و اشتباهاتی است که توسط اتباع خارجی در این به کشور رخ داده و موجب فشار افکار عمومی به دولت‌ها شده. یک مقدار هم واکنش به این هست. بله، سپاس از شما دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر.